وقتی ترامپ از بیمارستان مرخص شد، خبرنگاری پرسید چند نفر از کارکنان کاخ سفید کرونا گرفتند. آیا فکر نمی کنی خودتو منشأ شیوع کرونا باشی؟ جواب داد سپاس. بعد بیمارستان نظامی والتر رید را پس از 3 شب بستری شدن ترک کرد و تا به کاخ سفید رسید باز ماسکش را برداشت. ستاد انتخاباتیش هم مدعی شد به مناظره بعدی با جو بایدن میرسد. 9 روز دیگر. بایدن که همسرش او را عقب‌تر می‌کشد تا از خبرنگارها کرونا نگیرد، از ترامپ خواست ماسک بزند. دکتر شان کانلی، پزشک مخصوص رئیس جمهور امریکا، هم میگوید خطر رفع نشده و نباید فرض کرد او کاملا خوب شده است. دو نفری که راننده و محافظش بودند و وقتی در بیمارستان بود با ماشین ترامپ را از مقابل تعدادی از طرفدارانش رژه بردند، حالا به قرنطینه رفتند. ترامپ بعداً برای تعدادی از طرفدارانش مقابل بیمارستان چند پیتزا فرستاد. شیرینی اینکه حالش بهتر شده. در اینجا هم پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشد. دونالد ترامپ حالا سخنگوی کاخ سفید هم کرونا گرفته و 10 نفر دیگر که همه آنها در مراسم معرفی قاضی جدید دیوان عالی جمع شده بودند. و اما نبرد معاون اولها. مایک پنس معاون ترامپ آماده می شود تا با خانم هریس که کاملا با اوباما هماهنگ است مناظره برگزار کند. 4 شنبه شب امریکا، 5 شنبه صبح به وقت تهران. کمی دورتر جادوگرانی در پرو همچنان در حال پیشگویی برنده انتخابات 2020 هستند. بازار مکاره آنها هم مثل بازار مؤسسات نظرسنجی داغ است. 4 هفته به انتخابات امریکا باقی مانده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.